برصد همه تیم‌ها رو من قابل احترام میدونم، ممکنه فرم بازیشون نسبت به بازی چین متفاوت‌تر باشه، ولی هر بازی هم یه تجربه ای بچه‌ها به دست میارن. من فکر کنم بازی خوبی بود، اونا تلاششون رو 100% انجام دادن و ما رالی‌های خیلی زیبایی رو دیدیم. بچه‌هامون در اینه که پیروز شدن به اون هماهنگی که باید توی مسابقه برسن دارن نزدیکتر میشن. در بخش سرویس ما بچه‌هامون خوب کار کردن، تحت فشار قرار دادیم، مثل دیروز که تیم چین رو تحت فشار قرار دادیم. داریم اون مسابقه دادن و نوع مسابقه دادن و نگرش به مسابقه رو با بچه‌ها تمرین می‌کنیم، چون بچه‌ها ممکنه خیلی خوب تمرین کرده باشن ولی مسابقه هنوز ندارن. این دومین مسابقه ای بودش که داشتن انجام میدادن. شکر خدا بازی خوبی بود و بجز لحظاتی از بازی که فرم بازی ایجاب میکرد که نسبتاً توپایی میومدش که غافلگیر شده بودن بچه‌ها، ولی در بخش سایدوت یا اون حمله‌ای که ما باید اختیارش رو داشته باشیم در اختیار ما بود. تو بخش بازیکنایی هم که جابجا کردیم، ما در سوم دیگه اکثرا دوم و سوم تونستیم بازیکن‌ها رو بیاریم که فضای مسابقه رو ببینن و اونا هم اعتماد به نفسشون قوی‌تر بشه برای روزهای آینده، برای بازی‌های آینده، و اونا هم جواب دادن. الان الحمدلله همه 12 تا بازیکن ما بازی کردن، همه‌شون خوشحال هستن. این باعث میشه که منم خوشحالم که بچه‌هامون هم بازی رو بردن و هم همه‌شون در بردن شریک شدن و این خیلی خیلی مهم. یه سری از امتیازات که هر تیم میگیره از اشتباهات حریفه که خب این غیر قابل انکار، اونها یه سری از اشتباهات ما امتیاز گرفتن تو سه تا، یه سریشون هم واقعا خودشون گرفتن، برسو از دفاع زدن، جاخالی انداختن، این شرایط بودش. ولی ما بازی رو رها نکردیم، ما سعی کردیم کارهایی که نیاز هستش، تاکتیکایی که نیاز هستش تو این بازی انجام بدیم. اون چرخشا و اون نگرشی که ما به بازی داشتیم اسیر نتیجه نبود که حالا مثلا ما همه ستا بیایم زیر 10 ببریم. خیلی من فکر نکنم این چیز خیلی خوبی باشه که صرفا نتیجه داشته باشه برای ما. باید بازیکن رو آزاد بذاریم برای یه بازی بهتر، ارائه یه بازی بهتر. به جز بردن باید بازیکن خودش هم لذت ببره از بازی کردن. خیلی ماشینی نمیشه بازی کرد، اینا هم نوجوان 18 سالشون باید بازی کنن، احتمال اشتباه هم هستش. مهم اینه که وقتی که اشتباه میکنن توپ بعدی رو بتونن کنترل کنن. این بهشون تجربه یاد میده که در آینده بتونن خودشون رو تو شرایط حساس تو زمین نگه دارن، پایدار باشن که بتونن بازی خوبی داشته باشن. من خودم از بازی راضی ام به خاطر اینکه بچه‌هام کارایی کردن که زیبا بود. اونایی هم که اومدن تو سالن لذتشو بردن، پخشم بوده، اونام که فکر کنم مردم عزیز اونام که تلویزیون دیدم فکر کنم صحنه های خوبی داشت. امیدوارم که تو بازی فردا و هفته آینده که میاد و بازی‌ها به پلی آف و مراحل نیمه نهایی و نهایی نزدیک میشه، انتظارم اینه که از مردم خواهش میکنم که بیان لذت ببرن. ما ورزش والیبال جز ورزش‌های علاقمند، مردم علاقمند به این رشته هستن، بیان لذت ببرن. در کنار لذت بردن از بازی‌هایی که می‌بینن، انشالله سالن که پر بشه بچه‌های ما احساس خوبی دارن، بازی بهتری را می‌دن. این خواهش من اینه که مسئولان هم انشالله شرایط رو تسهیل کنن و وقتی یه تماشاچی می‌خواد بیاد داخل مسابقه شرایط انقدر راحت باشه که به راحتی بتونه بیاد ببینه، لذت ببره. و من فکر کنم که روزهای آینده بازی‌ها حساس‌تر و نزدیک‌تر میشه و ما نیاز داریم به حمایت مردم عزیز. این ما تیم اون 12 نفره، ما باید از 12 نفر استفاده کنیم که بچه‌ها خودشونو جزئی از تیم بدونن. بچه رو نباید رها کرد، اگر پشت سر هم بیاد بازی نکنه به لحاظ فرم بدنی و به لحاظ شرایط روحی افت میکنه. اینا هم جزئی از تیم هستن، حالا در هر بازی برای به شرایط خودش ما از بازیکن‌ها استفاده می‌کنیم، ولی مطمئن هستم که هر بازیکن از بیرون میاد توان کمک کردن به تیم داره و میتونه هر لحظه سرنوشت بازی رو به نفع ما تغییر بده.